یک گروه مردم فکر میکنم از اسفره باشن یا از چارکو باشن برای ما گفتن که یک مسئله بسیار مسئله بحث و مناظره شده است با پای پوش یعنی زنها پای پوش میگن یعنی در جای ما جوراب میگیم بعضی آدم ها نسکی میگن میگن آیا نماز خواندن زن با یعنی به جوراب یا بگیم به پای پوش اگر نماز خونه نماز درست نمیشوه گفتگی در بینشون بحث و مناظره شده است برادرای عزیز و خواهرای خیلی گرامی یکی از شیخ‌ها و مفتی‌های مصر به نام عبدالله عجمی هست اون کس میگه که جمهور فقها با پوشیدن انا جمهور فقها گفتن که اگر زن در حالت نماز پای پوش داشته باشد یا جوراب داشته باشد مقصد به همین دلالت کردن که بگذار در حالت نماز پای پوش یا جورابش باشد ولی یک چیز است که جناب امام ابو حنیفه برای زنها چی در داخل نماز چی در بیرون نماز پای پوش یا جوراب ضرور نمیشماره ما در عبارای همین مختصر من داریم که الا الوجه والکف والقدم یعنی چهره زن کشاده بودنش دستاش کشاده بودن قدمهای پاش کشاده بودن این یگان گناهی نداره برای همین نزد مذهب ابو حنیفه خواه در بیرون نماز خواه در درون نماز پوشیدنش ضرور نمیشماره و هر کسی که اگر بدونی جوراب و پای پوش هم که باشد و گناهگار نمی شود و می شود گفته از ابو حنیفه که آدمایی که اگر خواهن احتیاط کنن خاک احتیاط کنن از باب احتیاط از باب تقوا این خوب است حتی گفته از کرتاهای دراز قطعی هم می شود که کرتاهای درازی باشد که پایهاش اگر پشاند این هم گفته از درست است شخص دیگری را دیدم به نام شیخ محمود شیبلی این کس میگد که انا پوشیدن جوراب واجب نیست یعنی ضرور نیست که خواهرای ما در حالت نماز یعنی پای پوش داشته باشند یا جوراب بگیم جوراب داشته باشند همچنان جناب شیخ محمد عبدالسمیع مصری هم این هم باز همه قول آورده است که نزد حضرت امام ابو حنیفه یعنی از ضرورات حساب نمی شود برای همین خواهرای عزیز اولا خدا توفیق دهد که نماز را می خونین یعنی برای پای پوش مهم بودن مهم نیست لیکن اگر پوشین خوب ولی اگر ترکشم که کنین نزد مذهب خود موانا از این علمای را که من مفتی های مصر بودن برای شما آوردن یعنی ضرور ندانستن واجب ندانستن بلکه گفتن اگر رعایه کنه خوب رعایه هم نکند یگان جای گناهش نیست